دوستان عزیزم سلام، ممنونم که باز هم فارسی مدیا رو انتخاب کردید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخواییم در رابطه با فواید روغن گل سرخ برای سلامتی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. بیشتر مردم گل سرخ را زیباترین گل جهان میدانند. نام این گل زیبا در بسیاری از داستان‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها آمده است. گرچه بسیاری از ما از خواص پزشکی گل سرخ اطلاعی نداریم، ولی روغن این گل فواید سلامتی فراوانی دارد. از گل سرخ می توانیم به عنوان داروی ضد افسردگی، ضد التهاب و تب، ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد ویروسی، تقویت کننده غرایز جنسی، قابض، ضد باکتری، مسحل صفرا، التیام دهنده زخم، تصفیه کننده خون، قاعدگی آور، بند آورنده خون ریزی، مفید برای کبد، ضد یبوست، آرامش بخش اعصاب، مفید برای معده و همچنین سودمند برای سلامت رحم استفاده کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با خاصیت‌های شگفت‌انگیز روغن گل سرخ آشنا کنیم. روغن گل سرخ با استفاده از روش تقطیری بخاری گل محمدی یا گل سرخ به دست می آید. معمولا برای تهیه روغن از گل محمدی یا گل سرخ استفاده می شود، زیرا معطرترین گونه گل روز است و بسیاری اعتقاد دارند که این گل روز سرخ اصلی با قوی ترین عطر و بالاترین میزان روغن است. همه ما از اثرات احساسی و روانی گل سرخ آگاه هستیم. در ادامه به طور مختصر به بعضی از فواید داروی روغن گل سرخ و اثرات مثبت آن روی سلامتی می پردازیم. بریم سراغ مورد اول، تسکین التهاب. روغن گل سرخ می تواند با تسکین التهاب حال بیماران دچار تب بالا را بهبود دهد. استفاده از این روغن در سایر موارد التهاب ناشی از عفونت های میکروبی، بلعیدن مواد سمی، سوء هاضمه و کم شدن آب بدن نیز مفید است. مصرف این روغن می تواند منجر به تسکین بیماری ها و مشکلاتی مانند روماتیسم، آرتروز، نقرس و تب شود. مورد دوم، مقابله با افسردگی. روغن گل سرخ موجب افزایش عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و قدرت ذهنی می شود و برای درمان افسردگی نیز مفید است. استفاده از این روغن می تواند در دور کردن افسردگی و اضطراب بسیار مفید باشد. بیماران مبتلا به افسردگی حادی، کسانی که تحت توانبخشی قرار دارند، می توانند از روغن گل سرخ به عنوان داروی ضد افسردگی استفاده کنند. مورد سوم، درمان زخم ها. دلپذیرترین راه درمان زخم ها استفاده از روغن گل سرخ است. تصور کنید که به جای لوسیون های ضد عفونی کننده معمولی برای درمان زخم های خود از روغن گل سرخ استفاده کنید. استفاده موضعی از این روغن روی زخم از آلوده شدن محل زخم و ایجاد عفونت در آن جلوگیری می کند. مورد چهارم، ویژگی های ضد اسپاسم روغن گل سرخ. روغن گل سرخ اسپاسم در سیستم تنفسی و روده ها و همچنین اسپاسم عضلانی در اندام های مختلف را به خوبی تسکین می دهد. این روغن در درمان تشنج، کشیدگی عضلات، گرفتگی ها و وبای تشنجی ناشی از اسپاسم نیز مؤثر است. مورد پنجم، حفاظت از بدن در برابر ویروس ها. در امان ماندن از ویروس ها یا واکسینه کردن بدن در برابر انواع مختلف ویروس ها کار بسیار دشواری است، زیرا بعضی از ویروس ها به طور مرتب جهش می کنند و سیستم ایمنی بدن را فریب می دهند و شما را به سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا می کنند. راه حل این مشکل استفاده از عامل ضد ویروسی است که بتواند مانند سپری در برابر تمام انواع ویروس ها عمل کند. روغن گل سرخ می تواند چنین سپری را ایجاد کند. مطالعات نشان داده است که روغن گل سرخ در برابر بسیاری از انواع عفونت ها از بدن محافظت می کند. مورد ششم، تقویت غرایز جنسی. از کوپید، اسطوره رومی و خدای عشق تا عشاق مدرن و امروزی، همه می دانند که گل سرخ بخش جدایی ناپذیر از روابط رمانتیک و عاشقانه است. عامل اصلی روغن این گل است. عطر این روغن فرد را تحریک می کند و موجب افزایش میل جنسی می شود و احساسات عاشقانه ای را برمی انگیزد که برای زندگی جنسی موفق ضروری هستند. مصرف این روغن می تواند نشانه های اختلال عملکرد جنسی، اختلال در نعوذ، سردی و کاهش تمایلات جنسی و بیمیلی کلی به فعالیت جنسی در همسران را کاهش دهد. مورد هفتم، استفاده از روغن گل سرخ به عنوان ماده‌ای قابض. قابض بودن روغن گل سرخ فواید فراوانی دارد. این روغن موجب استحکام لثه ها و ریشه موها، سفتی و استحکام پوست و منقبض شدن ماهیچه ها، روده ها و رگ های خونی می شود. این روغن از افتادن زود هنگام دندان ها و ریزش موها، ایجاد چین و شروک و کاهش استحکام روده ها، عضلات ناحیه شکمی و اندام های ناشی از
افزایش سن جلوگیری می کند. مهمتر از همه روغن گل سرخ با منقبض کردن رگ‌های خونی در توقف جریان خون خروجی از زخم و بریدگی ها مؤثر است. از روغن گل سرخ می توان در درمان انواع خاصی از اسهال نیز استفاده کرد. بریم سراغ مورد بعدی، مراقبت از پوست. روغن گل سرخ برای کسانی که به ظاهر و زیبایی خود اهمیت زیادی می دهند بسیار مفید است. این روغن موجب می شود که جای زخم ها و اثرات به جا مانده از التهاب، آکنه و آبله به سرعت برطرف شود. این روغن برای رفع ترک های پوستی، جای زخم جراحی و ترک های پوستی مربوط به بارداری و زایمان نیز مفید است. این خاصیت روغن گل سرخ بیشتر به دلیل فعالیت های آنتی اکسیدانی این روغن است که روی فرایند های بهبود پوست تاثیر می گذارند. مورد نهم، از بین بردن باکتری ها. روغن گل سرخ باکتری کشی بسیار خوب است. از این روغن می توان برای درمان تیفوئید، اسهال و با مسمومیت غذایی و سایر مشکلات و بیماری هایی استفاده کرد که باکتری ها آن را ایجاد کردند. این روغن می تواند عفونت های باکتریایی داخلی مانند عفونت های ایجاد شده در روده بزرگ، معده، روده کوچک و مجرای ادراری و همچنین عفونت های خارجی روی پوست، گوش ها، چشم ها و زخم ها را نیز درمان کند. مورد دهم، تصفیه خون. روغن گل سرخ با حذف کردن و خونسا کردن سموم موجب پاک کردن و تصفیه خون می شود. وقتی که خون تصفیه و خالی از سموم می شود، دیگر دچار التهاب، جوش، زخم و بیماری های پوستی و مشکلات جدی که توسط رادیکال های آزاد ایجاد می شوند مانند سرطان و بیماری های قلبی نمی شوید. مورد 11، تسهیل قاعدگی. روغن گل سرخ موجب ترشح هورمون هایی می شود که قاعدگی را تحریک می کنند. این روغن برای کسانی مفید است که دچار انسداد قاعدگی یا قاعدگی نامنظم هستند. این روغن موجب تسکین گرفتگی ها، حالت تهوع و خستگی نیز می شود و درد ناشی از قاعدگی و سندروم بعد از یائسگی را نیز کاهش می دهد. مورد 12، جلوگیری از خونریزی بیش از حد. این ویژگی روغن گل سرخ برای افرادی که پس از صدمه یا جراحی دچار خونریزی داخلی یا خارجی می شوند بسیار مفید است. این روغن موجب تسریع تشکیل لخته و انعقاد خون می شود و از خونریزی بیش از حد جلوگیری می کند. مورد 13، حفظ سلامت کبد. روغن گل سرخ برای سلامت کبد نیز مفید است. مصرف این روغن موجب می شود که کبد قوی بماند، عملکرد درستی داشته باشد و در برابر عفونت ها محافظت شود. روغن گل سرخ مشکلاتی مانند ترشح بیش از حد صفرا، اسیدها و زخم ها را نیز درمان می کند. مورد 14، جلوگیری از سمیت. یبوست و باقی ماندن مطبوع در راست روده پس از احساس دفع موجب بازجذب آن مطبوع و سموم موجود در آن و سمیت بدن می شود. استفاده از روغن گل سرخ برای برطرف کردن این مشکل نیز مفید است و هیچگاه نمی توانید ملین و ضد یبوستی خوشبوتر و معطرتر از آن را پیدا کنید. روغن گل سرخ ملین بی ضرر و مؤثری است که هیچ عارضه جانبی ایجاد نمی کند. این روغن روی عضلات روده و مقعد اثر می‌گذارد و به خروج مطبوع کمک می‌کند. روغن گل سرخ در کاهش وزن و جلوگیری از سمیت بیش از حد در بدن مؤثر است. مورد 15، تسکین اضطراب. روغن گل سرخ ماده‌ای نیروبخش برای اعصاب است. این روغن به اعصاب قدرت می‌دهد تا بتواند شوک‌ها را تحمل کند و از اعصاب در برابر اختلالات ناشی از سن و صدمات محافظت کند. وقتی برای نخستین بار جمله جادویی دوستت دارم را به فرد رویاهایتان میگویید، این روغن مانع از لرزیدن دستهایتان میشود و به شما کمک میکند تا بر اضطراب خود غلبه کنید. مورد بعدی، مسحل صفرا. روغن گل سرخ جریان صفرا از کیسه صفرا را تسهیل میکند و به تنظیم سطح اسید در معده و خون کمک میکند. بنابراین شما را از مشکلاتی مانند زیادی اسید معده یا اسیدیته معده و اسیدیتوز یا کم شدن پی‌اچ خون و بافت‌ها در امان نگه می‌دارد. این روغن همراه با اسیدهای ترشح شده در معده به هضم غذا نیز کمک می‌کند. بهبود هضم غذا، احتمال بروز مشکلاتی مانند یبوست، اسهال، سندرم روده تحریک‌پذیر یا IBS و حتی مشکلات جدی مانند سرطان کلون را کاهش می‌دهد. مورد 17، کمک به سلامت رحم. روغن گل سرخ برای بسیاری از مشکلات زنان مانند ترشحات واژن، تومورها، خونریزی و بی‌نظمی قاعدگی مفید است. این روغن رحم را پاک می‌کند و موجب می‌شود که رحم حتی در سنین بالا نیز درست کار کند و بنابراین یائسگی را به تأخیر می‌اندازد. با منظم کردن قاعدگی می‌توان نشانه‌ها و مشکلات مرتبط با قاعدگی مانند تغییرات خلقی، عدم تعادل هورمونی، پرخوری، نفخ، درد قاعدگی و خونریزی بیش از حد را نیز برطرف کرد. مورد 18،
کاهش مشکلات معده. روغن گل سرخ برای معده نیز مفید است. این روغن معده را آرام می کند، التهاب را تسکین می دهد، موجب می شود که معده درست کار کند و از آن در برابر عفونت ها محافظت می کند. این روغن از ایجاد زخمایی که معمولا به دلیل تولید ترشح بیش از حد اسید درون معده ایجاد می شود جلوگیری می کند. ترشح زیاد اسید در معده می تواند موجب سوزش سر دل، سوء هاضمه، سندرم روده تحریک پذیر، تولید گاز اضافی در معده، سفت شدگی مدفوع یا انسداد نسبی یا کامل کلون به وسیله مدفوع سفت و خشک و نفخ شود. ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. شب و روزتون خوش.